درود میفرستم خدمت همه شما بینندگان عزیز. برنامه پرشن هندی من رو تماشا میکنید. بالاخره آیا دستگاه سلولوزی بخریم یا نخریم؟ دو تا دستگاه داریم، هر دو مشخصات بسیار شبیه هم رو دارن، هر دو 200 آمپر هستن، هر دو سه بردن و هر دو 8 آی جی بی تی، اما یکی قابلیت سلولوزی رو داره و دیگری نداره. مشتری یا خریدار در مرحله اول پیش خودش میگه خب میرم اون دستگاه جوشکاری که آپشن بیشتری در اختیار من قرار میده، یعنی دستگاه جوشکاری سلولوزی رو میخره. در برنامه امروز به این موضوع میپردازیم که اصولا دستگاه جوشکاری سلولوزی چی هست، الکترود سلولوزی چی هست و برای چه کاری استفاده میشه، و نهایتا اینکه دستگاه جوشکاری سلولوزی بخریم یا اینکه یک دستگاه جوشکاری معمولی رو تهیه بکنیم. پس حتما تا آخرین برنامه با من همراه باشید، بچینید تا آخر برنامه رو ببینید چون این یکی از برنامه‌های بسیار جالب هست. فقط لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و از پرشین هندی من حمایت بکنید. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ دستگاه جوشکاری سلولوزی، باید الکترود سلولوزی رو بشناسیم. الکترود سلولوزی یک الکترود جوشکاری با پوشش ارگانیک هست. البته بسته به اینکه الکترود سلولوزی که دارین شما استفاده میکنین ساخت کدوم شرکت باشه، میتونه جنس پوششش کمی با هم دیگه متفاوت باشه. بعضی از شرکت ها از پودر چوب استفاده میکنن برای پوشش و بعضی دیگه از مواد کاغذی مثل خمیر کاغذ برای پوشش الکترود سلولوزی استفاده میکنن. حالا سوال، آیا تمام پوشش این الکترود جنسش از سلولوز و مواد چوبی و کاغذی هست؟ خیر. اما حداقل 30% از وزن پوشش الکترود سلولوزی از مواد سلولوزی مثل پودر چوب، خمیر کاغذ و امثال هم تشکیل شده. سوال بعد، آیا در پوشش این نوع الکترودها از سلولوز با ترکیب خاصی استفاده میکنن؟ بله، از ترکیبات سلولوز و سدیم و ترکیبات سلولوز و پتاسیم در پوشش الکترودهای سلولوزی استفاده میکنن که این دو کاملا با همدیگه متفاوت هستن. یکی از این ترکیبات در الکترود سلولوزی 60 استفاده میشه و دیگری در الکترود سلولوزی 60-11. اون عدد آخر، عدد 1 و 0، جنس پوشش الکترود رو مشخص میکنه و همینطور جنس پوشش هر الکترود اینم مشخص میکنه که میشه با چه جریانی کار جوشکاری رو انجام داد. برای اینکه اهمیت جنس پوشش هر الکترود رو بهتر درک بکنید، دو مثال میذارم خدمتون. یکی در مورد الکترودهای 60-13 که الکترودهای روتین و همه کاره هستن، و الکترودهای 70-18. پوشش الکترود 60-13 پوشش روتایلی هست. روتایل چیزی نیست به جز اکسید تیتانیوم. اما در الکترودهای 70-18 ما از پوشش‌های مخصوص کم هیدروژن استفاده می‌کنیم. اگر بخوام با یه مثال پوشش الکترود 70-18 رو براتون تشریح بکنم، یه حالت پوشش گچی تور داره، یه حالت گچ مانند داره پوشش الکترود 70-18. برای همین بسیار آب دوسته و خیلی سریع رطوبت رو به خودش جذب میکنه. یکی از الکترودهایی که قبل از استفاده حتما باید بره در داخل آون به مدت 1-2 ساعت در دمای تعریف شده پخت بشه، یعنی بازپخت بشه، الکترود 70-18 هست. اما شاید براتون جالب باشه که بدونید الکترود سلولوزی رو نمیشه کار بازپخت رو انجام داد. چرا نمیشه؟ علتش هم اینه که پوشش الکترود سلولوزی از جنس کاغذ یا پودر چوب و امثال هم هست و به راحتی میسوزه و شما نمیتونید اینها رو داخل آون بذارید و کار بازپختشون یا پخت مجددشون رو انجام بدید تا اون رطوبت ازشون گرفته باشه. برای همین نگهداری اینها بسیار مهمه. بهترین راه هم اینه که هر زمان که قرار از الکترود استفاده بکنین درب بسته رو باز بکنید. حالا که در مورد پوشش الکترود سلولوزی با هم دیگه صحبت کردیم، اصولا الکترود سلولوزی به چه دردی میخوره و هدف از ساخت یا ابداع یا اختراع این الکترود سلولوزی دقیقاً چی بوده؟ خب در اینجا بهتره که به منابع خارجی رجوع بکنیم. شاید بعضی از دوستان بگن که خب چرا نمیری به منابع داخلی، منابع داخل ایران رجوع بکنی؟ خب ببینید دوستان، تمام لوازم و وسایل جوش و برش متاسفانه همگی ساخت و در خارج ابداع شدن و ما الان که داریم داخل ایران اینا رو تولید میکنیم، طبیعتا ابتدا در خارج تولید شده بودن و ما اون تکنولوژی رو وارد کشور کردیم و داریم اونها رو تولید میکنیم. به عنوان مثال الکترودهای سلولوزی رو الان داریم داخل کشور هم تولید میکنیم، اما طبیعتا با استفاده از تکنولوژی خارجی ها، یا اگر هم تغییر ایجاد کردیم بیس کار همون بیس خارج بوده، کاری که در خارج انجام شده و اون تکنولوژی رو آوردیم یا مثلا به عنوان مثال بومی سازیش کردیم. برای همین بهترین راه ارجاع به منابع و مآخذ انگلیسی زبان هست. دارید داخل تصویر یک پاراگراف رو میبینید. در این پاراگراف یک سری نکاتی وجود داره که میتونه تمامی سوالات برنامه امروز رو رمزگشایی کنه. بریم به ترتیب پاراگراف رو ترجمه کنیم و ببینیم که چه نکاتی درش اشاره شده. خب در قسمت اول پاراگراف میگه که الکترود 60 آل پوزیشن هست، یعنی در تمام پوزیشن ها شما میتونید پوزیشن های عمودی، افقی و باقی پوزیشن ها میتونید از این الکترود استفاده بکنید. قسمت دوم هم میگه
کویک استارتینگ یعنی که شروع سریع داره، استیدی یعنی با دوام، قوس با دوامی داره، البته با دوام به شرطی که دستگاه جوشکاری سلولوزی دستگاه قدرتمندی باشه. حالا اینو آخر برنامه خدمتتون عرض میکنم. اکثر این دستگاه جوشکاری سلولوزی 200 آمپر بازار ما اکثرا قدرت روشن نگه داشتن الکترود سلولوزی رو به هیچ عنوان ندارن. حالا اینجا داره میگه استیدی یعنی قوس با دوامی داره، منظورش در دستگاه جوشکاری حرفه‌ای سلولوزی است، به عنوان مثال دستگاه جوشکاری سفاز. نکته بعدی که خیلی هم مهمه میگه دیپ پنتریشن آرک. این نکته یعنی دیپ پنتریشن آرک یکی از مهمترین و کلیدیترین نکات الکترودهای سلولوزی هست که قوسی که ایجاد میکنن نفوذ و عمق زیادی داره. برای همین استش که در پاس ریشه معمولا از الکترودهای سلولوزی استفاده میشه. در ادامه میگه در تمام پوزیشن ها میتونه جوشکاری با کیفیتی در زیر اشعه ایکس ارائه بکنه. حالا اشعه ایکس منظورش چیه؟ تست اشعه ایکس یکی از تست های غیر مخرب در بازرسی جوش هست. اما رسیدیم به نکته اصلی و کلیدی ماجرا. ادامه پاراگراف رو دارید میبینین که جواب سوال 6 میلیون دلاری، جواب این که الکترود سلولوزی اصولا به چه دردی میخوره، در همین قسمت داده شده. میگه این 6010 یا همین الکترود 6010 واز دیولپ، توسعه داده شده فورده برای پایپ ویلدینگ اینداستری، یعنی فقط برای پایپ ویلدینگ اینداستری این الکترود سلولوزی توسعه داده شده، برای صنعت جوشکاری لوله. اونم منظورش جوشکاری لوله‌های گاز خونگی نیست، منظورش لوله‌های انتقال نفت و گاز در خارج از شهر هست. خب پس همینجا جواب اون دوستانی که اصرار دارن که دستگاه جوشکاری سلولوزی بخرن داده شده. اگر در صنایع پایپ ویلدینگ هستید برید و دستگاه جوشکاری سلولوزی رو تهیه بکنید. اونم خدمتتون عرض می‌کنم که چه دستگاهایی در آخر برنامه. طبق تجربه من اکثر دستگاه جوشکاری 200 آمپر سلولوزی بازار هیچ کدوم قابلیت و اون توانایی جوشکاری با الکترودهای سلولوزی رو ندارن. اکثرا خدمتتون عرض می‌کنم که نمیتونن الکترودهای سلولوزی رو به صورت کامل روشن نگه دارن. به این صورت که شما میرید با یک دستگاه جوشکاری 200 آمپر که روش نوشته قابلیت سلولوزی هم داره کار جوشکاری رو انجام بدید، الکترود سلولوزی رو به صورت خراشی روشن میکنید، روشن هم میشه، چند ساعت هم شاید بتونید کار جوشکاری رو انجام بدید، اما قوس خاموش میشه و دستگاه توانایی روشن نگه داشتن قوس الکترود سلولوزی رو نداره. اما دستگاه قدرتمند دیگه به این صورت نیست. برای همین من خدمت دوستان عزیز، اونایی که علاقمند هستن که دستگاه جوشکاری سلولوزی تهیه بکنن، حتما توصیه‌ام اینه که دستگاه جوشکاری سفاز رو تهیه بکنید. دستگاه جوشکاری سفاز به قدری قدرتمند هستن که از پس تمامی الکترودهایی که تو بازار هستن برمیاد. به راحتی هم میتونن با الکترودهای سلولوزی کار جوشکاری رو انجام بدن. نمیدونم دوستان عزیز، حالا قدیمی‌ها شاید یادشون باشه که چند سال پیش با یک دستگاه جوشکاری، حالا برندش رو نمیگم، که دستگاه جوشکاری سلولوزی 200 آمپر یا کمتر از 200 آمپر بود، واقعا با اون دستگاه به سختی میشد کار جوشکاری الکترود سلولوزی رو انجام داد. مهارت بسیار بالایی میخواست. باز هم پشت سر هم قوس الکترود سلولوزی خاموش میشد و این طبیعتا اصلا خوشایند نیست. شما اگر پایپ ویلدینگ رو دیده باشید، اینایی که به قول معروف در خارج از جاده ها دارن کار جوشکاری لوله ها رو انجام میدن، الکترود رو میچسبونه به انتهای ریشه، خیلی راحت قوس تشکیل میشه و به راحتی کار جوشکاری رو انجام میده. اما اگر شما همین کار رو بخواید با یک دستگاه جوشکاری سلولوزی 200 آمپر انجام بدید، کار بسیار مشکلی خواهد بود و نتیجه جوشکاری هم نتیجه زیبایی نخواهد بود. هرچند الکترود سلولوزی در کل، حالا شما با هر دستگاهی کار جوشکاری رو انجام بدید، خیلی گرده‌های جوش، گرده‌های زیبایی در نمیاد، برعکس الکترودهای 6013 و 7018 که اگر شما کمی مهارت داشته باشید میتونید زیباترین گرده‌های جوش رو ایجاد بکنید. همه این صحبت ها رو انجام دادیم، اما همچنان یک سوال بسیار مهم باقی مونده و اون همین است که فرق یک دستگاه جوشکاری سلولوزی با یک دستگاه جوشکاری معمولی در چی هست؟ دستگاه جوشکاری سلولوزی چه فرقی دارن که میتونن با الکترودهای سلولوزی کار جوشکاری رو انجام بدن اما دستگاه جوشکاری معمولی این توانایی رو ندارن؟ مهمترین تفاوت بین دستگاه جوشکاری سلولوزی و دستگاه جوشکاری معمولی در میزان ولتاژ خروجی اینها است. و ما مثال دو تا دستگاه 200 آمپری داریم، یکی سلولوزی و دیگری قابلیت سلولوزی نداره. آمپراش که در هر دو یکی، هر دو 200 آمپر هستن، اما ولتاژ این دو دستگاه با هم دیگه متفاوته. به عنوان مثال ولتاژ بیباری در دستگاه جوشکاری معمولی بین 50 الی 70 ولت هستش. اگر دستگاه جوشکاری سلولوزی دستگاه جوشکاری قدرتمندی باشه، باید ولتاژ خروجیش در حالت بیباری دو برابر دستگاه جوشکاری معمولی باشه.
به عنوان مثال ولتاژ خروجی یک دستگاه جوشکاری استرلوزی قدرتمند باید بین 100 الی 140 ولت باشه، اما در اکثر دستگاه جوشکاری 200 آمپری بازار که قابلیت استرلوزی هم دارن شما میبینید که نهایتاً ولتاژ خروجیشون بین 90 الی 100 ولت است. از کجا میفهمیم که دستگاه قدرت جوشکاری با الکترود استرلوزی رو نداره؟ وقتی که شما شروع میکنید به جوشکاری میبینید که دستگاه قدرت روشن نگه داشتن قوس الکترود رو نداره و پشت سر هم این قوس خاموش میشه و شما مجبورید که دوباره کار روشن کردن الکترود رو پشت سر هم انجام بدید. خب پس هم اینجا یاد گرفتیم که ولتاژ خروجی دستگاه جوشکاری استرلوزی 2 برابر دستگاه جوشکاری معمولی است و ولتاژ بالا یعنی چی؟ یعنی ایجاد خطر ایمنی، خطر جانی برای اپراتور یا همون جوشکار. حالا شاید الان دوستان بگن که نه، با تکنولوژی VRD که الان برای دستگاه جوشکاری استرلوزی قرار گرفته دیگه این خطر وجود نداره. خب این تا حدی میتونه درست باشه، اما ببینید دوستان، تا زمانی که شما نیازی نداشته باشید به الکترودهای استرلوزی طبیعتاً نباید برید دنبال دستگاه جوشکاری استرلوزی. نیازی نیستش که شما برید سراغ دستگاه جوشکاری استرلوزی، چون هیچ کاربرد روتینی برای الکترودهای استرلوزی تعریف نشده. الکترود استرلوزی صرفاً فقط و فقط برای جوشکاری لوله ها استفاده میشه، اونم معمولا فقط برای جوشکاری ریشه میان از الکترودهای استرلوزی استفاده میکنن، یعنی پاس اول رو میان با الکترودهای استرلوزی کار جوشکاریش رو انجام میدن. چند نکته بسیار مهم من میخوام الان خدمتتون عرض بکنم. اگر علاقمند به جوشکاری یا کارهای فنی هستید حتما این قسمت رو ببینید. اگر بخوایم 2 الکترود کاملا متضاد و اپوزیت هستن با هم دیگه خدمتتون نام ببریم، الکترودهای 60 و الکترودهای 70-18 هستن، به خصوص از نظر کم هیدروژن بودن. و مورد بعدی این که از الکترودهای 70-18 بسیار به ندرت برای پاس ریشه استفاده میشه، اما الکترودهای 60 مخصوص جوشکاری ریشه هستند. اگر بخوایم با الکترودهای 70-18 جوشکاری پاس ریشه رو انجام بدیم چند تا کار باید انجام بدیم. البته عرض کردم خدمتتون خیلی به ندرت میان از الکترودهای 70-18 برای اوپن روت استفاده میکنن، اما اگر هم خواستن این کار رو انجام بدن باید لبه های پخ رو کاملا صیقل بکنن جوری که اصلا آینه ای بشه. و نکته دیگه استفاده از بک ولت هستش، باید از بک ولت استفاده بکنن برای جوشکاری ریشه با الکترودهای 70-18. نکته بعدی فرق 2 الکترود استرلوزی 60 و 60-11 هستش. هر 2 الکترودهای استرلوزی هستن اما کاملا با همدیگه متفاوتن. الکترود 60 رو فقط میشه با جریان DC کار جوشکاریش رو انجام داد، اونم DC EP، یعنی جریان DC الکترود پازیتیو. الکترود پازیتیو یعنی چی؟ یعنی شما باید کابل انبور الکترود رو به قطب مثبت متصل بکنید، این میشه DC EP. پوشش الکترود 60 ترکیبی هست از سلولوز و سدیم، اما پوشش الکترود 60-11 ترکیبی هست از سلولوز و پتاسیم. برای همین شما میتونید کار جوشکاری الکترود 60-11 رو با جریان AC انجام بدید. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که معمولا از کدوم الکترود استرلوزی بیشتر استفاده میشه، 60 یا 60-11. اون الکترودی که معمولا حرفه‌ای‌ها بیشتر ازش استفاده میکنن الکترود 60 هستش. خب این نکته رو اشاره کردیم که از الکترودهای 70-18 برای اوپن روت استفاده نمیشه و ما میایم از الکترودهای استرلوزی برای این کار استفاده میکنیم. 2 الکترود استرلوزی رو الان ما هم دیگه شناختیم، الکترودهای 60 و 60-11. آیا الکترودهای استرلوزی دیگه هم داریم؟ بله، الکترود 60 رو که خدمتتون گفتم، 70-10-80-10، الکترود 60-11-70-11 و به همین ترتیب. حالا فرق اینها در چی هستش؟ به عنوان مثال فرق الکترود 60 با الکترود 80-10 در چی هستش؟ فرق اینها قدرت یا همون استحکام کششی جوش حاصله هستش که طبیعتاً هرچه 2 عدد اول بیشتر باشه قدرت و استحکام کششی در برابر تنش ها بیشتره. با این حساب استحکام کششی الکترودهای 80-10 از الکترودهای 60-10 بسیار بیشتره. بینندگان عزیز، اگر بخوایم جمع بندی خدمتتون انجام بدیم، فقط در صورتی که کارتون با الکترودهای استرلوزی هست برید و دستگاه جوشکاری استرلوزی رو تهیه بکنید. برای 98 یا 99% از ماهایی که داریم برنامه رو می‌بینیم دستگاه جوشکاری استرلوزی بلا استفاده هستن، چون ماها از الکترودهای استرلوزی استفاده ای نمی‌کنیم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، فقط در صورتی که به صورت حرفه‌ای کار جوشکاری لوله‌ها رو انجام میدید برید سراغ دستگاه جوشکاری استرلوزی، اونم نه دستگاه جوشکاری 200 آمپری بلکه دستگاه جوشکاری قدرتمند، ترجیحاً دستگاه جوشکاری سفاز.
خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشید. اگر همچنان سوالی براتون مونده یا اگر تجربه‌ای در مورد کار با دستگاه جوشکاری سلولوزی دارین، حتما زیر همین ویدیو کامنت بکنید تا دیگر دوستان هم از تجربیات شما عزیزان استفاده بکنن. هر جایی که هستید خوب و خوش باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.